به نام خدا و با درود سلام. افراد مسلح ناشناس در پروان یک نظامی ارتش پیشین را کشتند. گزنامه 8 صبح کابل می نویسد منابع محلی در ولایت پروان می گویند که افراد مسلح ناشناس یک نظامی ارتش پیشین را در این ولایت کشتند. و گفته منابع این نظامی پیشین که روح الله نام داشت، شامگاه روز چهارشنبه در مقابل خانه‌اش همواره تیراندازی افراد ناشناس قرار گرفته و کشته شده است. این نظامی ارتش پیشین کشور در حالی بر رگبار گلوله بسته شده است که پیش از این گزارش های متعدد مبنی بر کشته شدن نظامیان پیشین از سوی طالبان نشر شده. این خبر را همواره نیروهای امارت اسلامی رد می کنند. با این حال رویداد ترافیکی در هرات 3 کشته بر جای گذاشت. منابع محلی در هرات می گویند که در نتیجه رویداد ترافیکی در این ولایت 3 کشته بر جای گذاشت. منابع به روزنامه 8 صبح می گویند که این رویداد پیش از داشته امروز پنجشنبه 15 صبح در مربوطات ولسوالی اندسکن هرات رخ داده است. علت این رویداد به احتیاطی راننده گفته شده است. با این حال خبر عاجل که همین اکنون به دست ما رسید، یعقوب یسنا در روی صفحه رسمی تلگرام خود می نویسد جبهه مقاومت ملی دره میان شهر را در تخار تصرف کرده. این دره در جای قرار دارد که پنجشیر، تخار و بغلان را به هم وصل می کند. از نظر کارشناسان تصرف این دره استراتژیک و کارساز است. قابل یادآوری است که نیروهای امارت اسلامی تا کنون درباره تصرف این ولسوالی چیزی نگفتند. خبرهای شب گذشته در رسانه ها بخش شد. مقاومتگران اداره روستای بجت بالا و میان شهر ورسد و تخار را به دست گرفتند. ابو مسلم شیرزاد در صفحه رسمی تلگرام خود می نویسد منابع محلی با آماش تایید می کنند که نیروهای جبهه مقاومت ملی ورسد را تصرف کردند. با تشکر که تا آخرین ویدیو با ما بودید. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز را به نظر خواهیم گذاشت. امید که از ویدیوهای جدید و روزانه ما لذت ببرید و برای شما بهترین و جدیدترین ویدیوهای روز از افغانستان.